به نام خدا دوستان سلام به کانال نانسی خوش اومدید امروز هم با یه آموزش زیبای دیگه همراه شما هستم آموزش امروزمون آموزش بافت این تاپ بسیار زیبا هست یک مدل کراپ تاپ بسیار زیبا با بافتی العاده راحت که حتی دوستان مبتدی هم میتونن به راحتی این بافت رو انجام بدن شما میتونید از یک رنگ بافته این تاپ زیبا رو انجام بدین میتونید از چند رنگ استفاده کنید میتونید از کانواهایی استفاده کنید که خودش رنگ های مختلفی داره این دیگه به سلیقه شما وسیگی داره که بخواین تک رنگ ببافین یا چند رنگ از قلابتون هم باید مناسب باشه با کانوای که شما دارین بافت رو انجام میدین این تاپ من با کانوای رونیکا بافتم یک کلافی کانوا استفاده کردم قلاب شماره یه سه الان میخوام روی این کانوای آلیز این مدل رو برای شما آموزش بدم ممنون میشم اگر برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه ویدیوها بیشتر دیده بشه ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید همچنین تمام آموزش ها فقط مربوط به کانال نانسی هست و هیچ شبکه یا کانالی حق انتشار این ویدیو ها نداره. لطفا مهربون باشیم و امانتدار هنر همدیگه. خب بفت ما از قسمت پایین لباس ما شروع میشه. از این گوشه. برای شروع کار ابتدا نخو محکم میکنم روی قلاب به این شکل و چهار تا زنجیره میزنم. یک دو سه و چهار نخو میندازم پشت قلاب و از این زنجیره اول توی این قسمت شروع می کنم به زدن پای بلند به این شکل ببینید الان دو تا پای بلند دارم باز توی همین قسمت یک پای بلند دیگه میزنم الان شد سه تا پای بلند چهار پنج شیش و هفت به این شکل ببینید ابتدای کار ما هفت و پایه بلند داریم یک دو سه چهار پنج شیش و هفت این قسمت سه تا زنجیره میزنم و بافت رو برمیگردونم نخو رو میندازم پشت قلاب و کنار این سه تا زنجیره ابتدای کار یعنی روی پایه اول ما این قسمت یک پایه بلند میزنیم ابتدای کار ببینید یک پایه به تعداد پایه های ما اضاف شد نخو رو میندازم پشت قلاب پایه بعدی رو به صورت یک پایه بلند می بافم. نخ پشت قلاب باز پایه بعدی به صورت پایه بلند می بافم الان سه تا از پایه های ابتدایی رو ما بافتیم پایه اول که به صورت دو تا پایه بلند بود و دو تا پایه بعدی به صورت پایه تکی بافتیم الان رسیدیم به این پایه سوم این پایه سوم میافته وسط این هفت پایه بلندی که ابتدای کار ما داشتیم روی این پایه وسط ما پنج تا پایه بلند میزنیم 1 2 3 4 و 5 الان سه تا پای بلند دیگه انتها دارین که دو تا پایه اول رو به صورت یک پایه بلند می‌بافیم پای بعدی هم به صورت یک پایه بلند بافته میشه و این پایه آخر باز به صورت دو تا پایه بلند یعنی قسمت انتهایی هم یک پایه به تعداد پایه های ما اضاف میشه یک و یک پایه دیگه کنارش روی پایه آخر میزنم به این شکل ابتدا و انتها یک پایه اضاف شد و قسمت وسط به صورت پنج تا پایه بلند بافتیم باز برای رج بعدی این قسمت سه تا زنجیره میزنم و بافتو برمیگردونم نخو میندازم پشت قلاب و روی این پایه اول کنار این سه زنجیره اول باز یک پایه به تعداد پایه های ما اضاف میشه پایه های بعدی به صورت یک پایه بلند میبافیم تا باز برسیم به پایه وسط خب ببینید الان رسیدیم باز به این پنج تا پایه وسط پنج تا پایه وسط دو تا پایه اولش رو به صورت پایه تکی می یک و دو الان رسیدیم به این پایه سوم که وسط این پنج تا پایه ای هست که ما قسمت وسط بافته بودیم یعنی توی هر رج ما قسمت وسط پنج تا پایه بلند میزنیم روی این پایه سوم از اون پنج تا پایه باز این قسمت پنج تا پایه بلند میزنم سه چهار و پنج و این قسمت پایه ها رو به صورت پایه بلند تکی می بافم تا برسم به اون پایه آخر پایه آخر هم باز به صورت دوتا تا پایه بلند می بافیم یعنی قسمت آخر هم باز یک پایه ما اضاف می کنیم این پایه آخر هست ابتدا یک پایه بلند میزنم و یک پایه بلند دیگه کنارش به این شکل باز این قسمت یک دو سه تا زنجیره میزنم و باز بفت و بر گردم و باز رو تکرار میکنم قسمت ابتدا روی پایه اول یک پایه بلند دیگه هم زدم پایه های بعدی به صورت پایه بلند بافته میشه تا برسیم به پایه وسط این پنج تا پایه هست و این پایه سوم از این پنج تا پایه یعنی دو تا پایه اولش به صورت تکی می بافم و الان روی پایه وسط باز پنج تا پایه بلند می زنم یک دو سه چهار و پنج این قسمت باز پایه ها به صورت پایه بلند بافته میشه و این پایه آخر باز به صورت دو تا پایه بلند بافته میشه یک و دو به این شکل و به صورت رفت و برگشت این بافت رو تکرارش می تا به بلندی اون لباسی برسه که ما دوست داریم بلندی این تاپ ما باشه ببینید این قسمت من بافت رو شروع کردم به این روشی که برای شما توضیح دادم این بافت رو ادامهش دادم تا به اون بلندی رسیدم که دوست, که دوست داشتم این قسمت پایین تاپ ما بلندی داشته باشه شما به اون اندازه ای که دوست دارین تا شما بلند باشه این بافت رو ادامه میدین الان ما این قسمت هستیم که بافت شما به اون اندازه مناسب برسه خب من بافت رو ادامه دادم تا به اون بلندی مورد نظر رسیدم شما هم به اون اندازه ای که میخواین این تاپ شما بلند باشه این بافت رو ادامه میدین خب الان رسیدیم به اون قسمتی که این قسمت بالای تاپ ما باید این قسمت حالت صاف داشته باشه و این حالت هلال و انتهای این قسمت وسط نداشته باشه خب برای این کار ما قسمت وسط پنج تا پایه میزدیم ببینید این پنج تا پایه وسط بافت ما هست یک پایه از این قسمت و یک این پایه از قسمت این طرف ما این هفت پایه رو باید طوری ببافیم که این قسمت یک حالت خط صاف باشه و این حالت گنبدی رو نداشته باشه خب ما باید هفت پایه از وسط رو برای این کار در نظر بگیریم این قسمت میشمارم پایه ها رو این پنج تا پایه وسط یک پایه از این طرف گفتم و این میشه این پایه های جزء پایه بلند ها. من دو تا پایه بلند و این قسمت میبافم یک دو سه چهار پنج ببخشید یک پایه قبل از این پنج تا پایه این پایه انتهایی رو که پایه بلند بافتم این قسمت شما مشخص کنید یا با مارکر حالا یا با یک نخه رنگ دیگه اینجا این پایه آخر برای ما مشخص باشه از این هفت پایه ای که برای قسمت وسط در نظر گرفتم پایه اولش رو به صورت پایه کوتاه می بافم و این پنج تا پایه وسط به صورت پایه بست می بافم به این شکل نخو می گیرم و از توی حلقه روی قلاب ردش می کنم پنج تا پایه یه وسط به این شکل بافته میشه. سه چهار و پنج پایه یه پنجم هم به صورت پایه بس بافتم و این پایه بعدیش به صورت پایه کوتاه یعنی یک پایه از ابتدا و یک پایه از انتهای این هفت پایه ای که برای وسط در نظر گرفته بودیم به صورت پایه کوتاه هست و پنج پایه وسط به صورت پایه بس اگر توجه کنین این قسمت یک حالت خط صاف به خودش گرفت و الان این قسمت بالای لباسمون به صورت گنبدی نیست و پایه های بعدی رو به صورت پایه بلند طبق روشی که می بافتیم بافتو انجام میدیم این پایه آخر هم ما این قسمت مشخص می کنیم. روی سر باقی پایه ها پای بلند رو میزنیم تا برسیم به انتهای رج خب به انتهای رج رسیدم توی این قسمت شبیه رج های قبل سه تا زنجیره میزنم بافت و بر میگردونم باز کنار این پایه اول پایه بلند رو میزنم و روی سر پایه های بعدی شروع می کنم به زدن پایه بلند و این کارو ادامه میدم و این قسمت رو میبافم تا برسم به این قسمت انتها دو تا پایه مونده به این پایه ای که با مارکر مشخص کردیم خب من رسیدم به انتهای رچ یک خونه قبل از این خونه رو که با مارکر مشخص کردیم یعنی دو تا پایه من اینجا نبافتم توی این قسمت من مارکر رو باز میکنم تا این قسمت من پایه ها رو به صورت پایه بلند بافتم الان پایه بعدی رو به صورت پایه کوتاه می بافم و این پایه که با مارکر مشخص کرده بودم و با پایه بست که این قسمت بالای لباسمون این حالت خط صاف یه خورده پهندتر بشه یک زنجیره میزنم و بافت و بر می کردم. روی سر پایه کوتاه پایه کوتاه میزنم و پایه های بعدی به صورت پایه بلند می بافم تا انتها پایه بلند ها رو می بافم تا برسم به انتهای رج و انتهای رج من میخوام این قسمت بافت و تموم کنم اگر شما احساس کردین که این بغل لباستون باید پهندتر باشه شما چند رج دیگه به این روشی که گفتم و میبافین این پایه آخر رو این قسمت باز مشخص میکنید و توی هر رفت و برگشت به انتهای رچ رسیدیم یک پایه مونده به پای ببخشید دو تا پایه مونده به پایه آخر پایه قبل آخر رو پای کوتاه میزنید و پایه آخر رو با پای بست میزنید و به اون اندازه که دوست دارین بغل لباستون پهن باشه این بافت ادامه میدید خب برای من همین دو رج کافیه یعنی یک رج اومدم بالا و یک رج میخوام برگردم به سمت پایین که این قسمت بالای لباسم یه خورده این خط صاف بلندتر باشه و پهنای لباس همین اندازه برای من کافیه خب این بافت من ادامه میدم به انتهای رج رسیدم این قسمت من بافت و تمومش میکنم برای قسمت رو به رو هم همین کار رو انجام میدم بعد از اینکه این, این قسمت رو بافتش تا انتها انجام دادم نخو بست میزنم به این گوشه و بافت و ادامه میدم میرم به این قسمت بالا به این خونه بالا که رسیدم این پایه قبل از پایه آخر رو پایه کوتاه میزنم و پایه آخر رو پایه بست و برمیگردم تا انتها بافت و تمام کنم گفتم شما اگر خواستید بغل لباستون پهندر باشه دو رج یا سه رج این کار رو انجام میدید خب شما این دو قسمت بافت و به این شکل ببافین که دو طرف لباس ما کامل بشه خب الان من این پای بلندا رو بافم تا برسم به انتها و در انتها بافت رو می کنم خب من دو طرف بافت و بافتش انجام دادم ببینید این قسمت بالای تاپ ما به صورت یک خط صاف هست به این شکل اگر خواستین که گفتم این بغل های تاپ شما بلندتر و پهنتر باشه این قسمت رو به صورت رفت و برگشت چند رجه دیگه شما میبافین که این بغل تاپ شما پهنتر باشه خب الان رسیدیم به اون قسمتی که باید برای بافتمون هاشیه بافی کنیم شما با همین رنگی که داشتین می بافتین یا با رنگ دیگه هر رنگی که دوست دارین نخو بست می زنیم به این گوشه خب من نخو بست زدم و این قسمت پایین لباس از این قسمت پایین شروع میکنم و برای هاشیه لباسم ابتدا یک رج با پای کوتاه می بافم. این هاشیه بافتمون این قسمت پای بلند هست توی این قسمت پای بلند ها هر کدوم دو تا پای کوتاه میزنیم که هاشیه لباس ما مرتب باشه خب شما این قسمت رو تا انتها این پای کوتاه ها رو میبافی و همچنین این قسمت بغل تا به ما تا برسیم به این گوشه بالای لباسمون به این قسمت برسیم خب ببینید من این قسمت پایین رو پای کوتاه زدم و این قسمت بغل رسیدم به این قسمت بالای لباسمون به این گوشه که رسیدیم توی این قسمت پایه آخر رو ابتدا یک پای کوتاه میزنم دو تا زنجیره و باز توی همین خونه یک پای کوتاه دیگه میزنم که این قسمت بالای لباسمون یک حالت کفردار باشه برای این قسمت برای نوار تاپ ما که به دور گردن میافته خب این قسمت ها باز با پای کوتاه بافتش رو کامل میکنم به این گوشه این سمت هم که رسیدم این کار رو انجام میدم یعنی توی این پایه یک پایه کوتاه دو تا زنجیره و یک پایه کوتاه دیگه و باقی پایه ها رو روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میزنم تا برسم به انتهای رج ببینید این قسمت بالای لباسمون هست و این دوتا گوشه گفتن که برای نوارهایی که پشت گردن قرار میگیره خب شما این پای کوتاه رو تا انتها ببافید خب من تا انتها بافتم شما هم میتونید هم همین هاشیه نازو برای لباستون بزنید همین که هر حاشیه دیگه دوست دارین میتونید این قسمت های بغل و قسمت پایین لباستون رو از این هاشیه ببافید الان تقریبا دیگه لباس ما بافتش کامل شد به این شکل لباس ما این قسمت پشت لباس ما هست ببینید این هم قسمت بالای لباس ما که این قسمت رو باید نوار بزنیم برای پشت گردن و این قسمت پشت لباس ما که باز این قسمت نوارش رو می بافیم و برای بستن پشت کمر این لباس ما قسمت جلو لباس ما هست ببینید این قسمت های بغل و این قسمت هم قسمت بالا حالا من میخوام این بافته هاشیه رو کامل کنم ابتدا من بافته هاشیه رو میبافم و بعد میریم قسمت بافتن نوارهای لباسمون خب این قسمت که رسیدم دو تا زنجیره میزنم و همین قسمت دو تا پای بلند دیگه میزنم یک و دو یک دو دو تا پایه رها میشه و روی پایه سوم پایه کوتاه میزنم به این شکل باز یک دو دو تا پایه رها میشه و توی پایه سوم باز یک پایه کوتاه دو تا زنجیره و دو تا پایه بلند دیگه کنارش یک و باز این کار رو تکرار می کنم دو تا پای رها پایه بعدی به صورت پای کوتاه دو تا پای رها پایه بعدی پای کوتاه دو تا زنجیره دو تا پای بلند کنارش و دو تا پای رها توی پایه سوم باز پای کوتاه و به این شکل اگر که دوست داشتین این حاشیه رو قسمت پایین لباستون و دو قسمت دو طرف بغل لباستون این هاشیه رو میبافین خب شما تا این هاشیه رو ببافین بعدش بریم سراغ نوارهای لباسمون خب ببینید دوستان من لباس و هاشیش به صورت کامل بافتم گفتن که اگر شما دوست داشتین میتونید این هاشی زیبا رو برای لباستون بزنید تقریبا لباس ما دیگه آماده شده پشت لباس و من نوار نوارش رو بافتم پشت لباس به این شکل پشت کمر بسته میشه قسمت بالای لباسمون که باز هم این گوشه های لباس از این نوار رو میبافیم و پشت گردن برای بستن پشت گردن هست این لباسمون خب برای بافتن این نوار شما به این گوشه که ما به صورت بافت دو شاخه بافته بودیم توی این قسمت این قسمت نخو بست میزنم ببینید نخ من به صورت دلا هست این دلای نخو به این گوشه بست میزنم یک زنجیره که محکم بشه الان یک لا از نخ رو به دور انگشت میپیچم به این شکل و یک لایه دیگر رو به این شکل میپیچم دور قلاب و الان به صورت زنجیره میبافم باز این کار رو تکرار میکنم و به اون اندازه که باید بلندی این نوار لباس ما باشه این بافتو می میبافم که به اندازه این نوار روبرو بشه خب امیدوارم که از آموزش امروز هم راضی باشین. ممنون میشم اگر برای حمایت از کانال ویدیو را لایک کنید و برای اینکه ویدیوها بیشتر دیده بشه برای دوستانتون شیر کنید تا یه آموزش دیگه که باز در خدمت شما باشم همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم